سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. چطور میتونیم گوشی آکوردهای یک آهنگ در بیاریم؟ ببینید دوستان، گوشی در آوردن آکوردها نیاز به تجربه داره، نیاز به شناسایی کامل آکوردها داره. شما باید آکوردها و معکوسها و ایناشو کامل بدونید. بنابراین دوستانی که تازه چند تا آکورد یاد گرفتید، 4 تا آکورد، 5 تا آکورد، یا مثلا کلا 5 تا آهنگ زدین، شاید یه مقدار الان سخت باشه براتون که این آکوردها رو بتونید گوشی در بیارید. پس این ویدیو رو و تمریناتش رو من بیشتر برای دوستانی میدم که حداقل 30-40 تا آهنگ زدن، منظورم ریتم آکورده، و حداقل 1 سال یا 2 سال هم هست دارن کار میکنن. اما دوستانی که میخوان در واقع ویدیو رو ببینن و تکنیکاشو تمرین کنن، خلاصه بدونن اگر که قبل از این زمان ها هست میزان کار کردنشون ممکن یک مقدار براشون سخت باشه. خب اما بریم سراغ تکنیک. ببینید، تکنیکی که من امروز میخوام بهتون یاد بدم برای این کار بهتون کمک میکنه آهنگایی رو که با گیتار نواخته شده رو بتونید آکورداش شروع کنید به در آوردن. این کاری که بهتون میگم تمرین میخواد بچه ها، یعنی اصلا چیزی نیست که بگید خب این پست رو دیدم الان برم آکوردای آهنگا رو در بیارم. نه، من چند تا مثال براتون میزنم، شما باید خودتون تعمیمش بدید به آهنگهای دیگه، آکوردهای دیگه، و خلاصه این کار رو گسترشش بدید که حالا من براتون جلوتر توضیح میدم. من برای شروع میام 4 تا آکورد در نظر میگیرم. آکورد اول لا مینور، آکورد دوم سول ماژور، آکورد سوم فا ماژور، آکورد چهارم می ماژور. 4 تا آکوردی که خیلیاتونم بلدید. حالا چیکار باید بکنید؟ ببینید، شما ابتدا میایید صدای تک تک این آکورد رو خیلی خوب گوش میکنید. یعنی چی؟ ببینید این لا مینور خوب گوش کنید، این صدا اجازه بدید که توی گوشتون بره، با گوشتون آشنا بشه. یا آکورد دیگه مثل سول ماژور هم این کارو باشه انجام میدیم. ببینید، حالا من میخوام آکورد رو حذف کنم. خب این لا مینوره، این سول ماژوره. حالا میخوام تصویر آکورد رو حذف کنم. بیاید روی دست راست من نگاه کنید، این کدوم آکورده؟ اگر که اون دوتا آکوردی که من زدم چند ثانیه پیش خوب گوش کرده باشید، متوجه میشید که صدای آکوردی که میاد سول ماژور. اگر که هنوز متوجه نشدید که این آکورد سول ماژوره و تشخیصش براتون سخته، باید بازم این کارو انجام بدید، تمرین قبلی رو، یعنی مرتب بزنید، اجازه بدید آکورد توی گوشتون با این دوتا آکورد این کار رو انجام ده. بعد دوتا آکورد دیگه، مثلا سول ماژور با فا ماژور، 2 به 2 این کار رو انجام بدید. خورد خورد برید جلو، سول ماژور رو گوش کنید، صداشو خوب گوش کنید. حالا فا ماژور رو گوش کنید. خب حالا من تصویر آکورد رو دوباره برمیدارم، این کدوم آکورده؟ سول یا فا؟ بله، فا ماژوره. ببینید، آکورد فا ماژور این صدا رو میداد و این سول ماژور. سول ماژور یه مقدار زیرتره، یعنی لازم نیست دقیقا متوجه بشید که صدای آکورد سول ماژور. همین که بتونید اینو نسبت به این تشخیص بدید میشه قدم اول. بعد فا با می، می با لا، لا با فا. عرض کنم خدمتتون که لا با می، منظورم لا مینور با می ماژور، و خلاصه 2 به 2 این آکوردها رو کار میکنید. اون وقت صدای هر آکوردی براتون یک تعریف پیدا میکنه. مثلا شما یه صدا رو که میشنوید میگید این شبیه اون سول ماژوری که مثلا من تمرین کرده بودم. متوجه هستین؟ بنابراین این میتونه به شما کمک کنه که کم کم آکوردهای آهنگا رو پیدا کنه. حالا این تا اینجا باشه، یعنی اصلا اینکه چطوری این سیستم کار میکنه، به خصوص برای آهنگایی که قراره با گیتار نواخته شد، ما میخوایم آکورداشون رو در بیاریم، این کار خیلی میتونه کمکتون بکنه برای پیدا کردن آکوردها. حالا ممکنه بگید که آقا اگه آهنگ لا مینور نبود باید چی کار کنیم؟ مثلا سی مینور. آکوردهای آهنگ چیا هستن؟ سی مینور، مثلا لا ماژور، سول ماژور، فا دیز ماژور. با این 4 تا اینا رو گوش کنید، سی مینور با لا ماژور، اول این دوتا رو باید تشخیص بدید. خب
حالا باز ممکنه بپرسید که خب اصلا ما آکوردهای خود آهنگ رو ابتدا نمیدونیم. ببینید برای همین بود که من گفتم این به درد کسایی میخوره که حداقل 40 50 تا آهنگ زدن، یعنی میدونن دیگه چطوری باید یه آهنگ رو در بیارن، میدونن از کجا باید آکوردها رو پیدا بکنن و در واقع من منابع معتبر رو میشناسن یا از مدرسشون میگیرن. خلاصه سراغ منابع معتبر. در مورد منابع معتبرم باید بهتون بگم که توی ورژن جدید اپلیکیشن که میاد من خودم تک به تک آکورد هایی که توی اپ میذاریم رو خودم نظارت میکنم روش و حتی یک دونه آکورد اشتباه شما نخواهید شنید توی این ورژن اپ، که حالا بعد در یک ویدیو جداگانه مفصل براتون توضیح میدم. حالا شما با استفاده از هر منبع معتبری که دارید، معلمتون، دوستتون، خودتون، هرچی، میتونید گام آهنگ رو پیدا کنید. فقط کافی بدن گامش چیه، آکوردهای اون گام مشخصن دیگه. مثلا لا مینور اگه باشه، خب لا، سول، فا، میه، مثلا ر، مثلا این 6 تا آکورد داره. خب این 6 تا رو که شما بلد باشین، توی سی مینور هم اینا دقیقا یک پرده اومدن جلوتر دیگه، میشه اون وقت سی، لا، سول، فا دیز. اینجا ر مینور بود، اینجا می مینور، مطابق این حالا می مینور ر شد. و مثلا تو ر مینور همینطور تو همه گام ها میتونید همین انتقال ها رو انجام بدید و متوجه بشید که به چه صورتی ما میتونیم آکورد ها رو در واقع بشناسیم. پس شروع کنید به تمرین. ببینید این کار تجربه میخواد، شروع کنید تمرین کردن، گوش کنید، دو به دو آکورد ها رو کار کنید، اول دو تا آکورد، بعد دو تا آکورد بعدی، بعد دو تا آکورد بعدی. وقتی دو به دو تونستید اینا رو تشخیص بدید، بعد سه تاش کنید، بعد چهار تاش کنید. یعنی کم کم کار رو برای خودتون سخت بکنید. یه سری آکورد رندوم بزنید، بعد بیاید چک کنید که کدومش رو درست زدید، کدومش رو درست نزدید. و خلاصه با استفاده از این روش میتونید گوشتون رو آزموده کنید. بعدن یه ویدیو هم براتون آماده دارم میکنم که چطوری با شنیدن یه آهنگ ما بتونیم این کار رو انجام بدیم. این نکته هم بهتون بگم، شما تا زمانی که آکوردهای آهنگای گیتاری رو نتونید راحت در بیارید، یعنی صدای ساز خودتون رو نتونید خوب بشنوید، صدای سازهای دیگه مثل کیبورد و پیانو و گیتار، بیس و ویالون و استرینگ و حالا اینا رو دیگه اصلا تشخیصش براتون حتما غیر ممکن یا خیلی سخت. بنابراین با آهنگای گیتاری شروع کنید برای این کار. این پیشنهاد منه، ولی خب اصلا یک قانون نیست. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگر دوست داشتید لایک کنید، برای دوستانتون بفرستید، سوالاتونو کامنت کنید برای من و مواظب خودتون باشید.